وضعیت قرار داریم که جامعه جهانی هم بیشتر از این نمیتونه یا نمیخواد با ما در همکار طولانی مدت بوده باشه. اونا هیچگاهی قبول کرده نمیتونه در پالی از اینکه پول و امکاناتشان مصرف میشه و سربازایشان اینجا کشته میشه و یا به نوعی وضعیت سیاسی و نظامی و دیگر مسائل اجازه از این نمیده که در این منطقه بیشتر از این طولانی بوده باشن. ما افغان ها مجبور هستیم به نقاطی که منفی بوده، نقاطی که ضعف ما بوده در اوج توجه کنیم و نقاطی که باید خوبتر بوده در اوج کار بیشتر صورت بگیره. و در اینجا علاقه میکنم که کسایی که بخیر نظام افغانستان است، بخیر نیروهای امنیتی افغانستان است، نظرهای اونا، مشورهای اونا باید گرفته شود که ما از این وضعیت بالاخره بیرون برایم. جناب آقای تینج، در مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی مناطقی که قرار است سپرده شود به نیروهای امنیتی داخلی مشخص شد، شما در کل آمادگی نیروهای امنیتی کشور را چگونه می‌بینید؟ خب شما توجه دارین که در این لیستی که به نظرم 14 ولایت قرار است که در پروسه دوم انتقال مسئولیت ها را بپذیره، در این چند تا ولایت بسیار مهم از جمله ولایت کابل که پایتخت کشور عزیز ماست، ولایت بلخ یکی از ولایت های کلیدی در شمال افغانستان است و ولایت ننگرهار جلال آباد در شرق افغانستان و ولایت نیمروز در جنوب افغانستان، در پالیز ولایت جوزجان و سمنگان و ولایت دایکندی و این ولایات است. با توجه به این موضوعات و در مجموع چی است که نیروهای افغان، نیروهای هم پلیس و هم اردوی ملی هم امنیت ملی حالی این ظرفیت پیدا کردن و من تو نگرانی جدی را نمی بینم. انشاءالله خداوند با یار و همکار این سربازا و کسایی که واقعا دلشان به این مردم میسوزه و در فکر حفاظت و حراست مملکت هستن کمک و همکار باشه. به نظر من تو تهدید جدی آمادگی هایی که گرفته میشه و گرفته شده نسبتا خوب است، اما اتکا به نیروهای داخلی در تامین امنیت چقدر به حاکمیت ملی کمک میکند؟ خب اصلا طوری که پیشتر عرض کردیم نیروهای افغانستان او ظرفیت و یا او نور میره که پیش بینی شده و دو نرسیدن و یا ارقامی را که باید پلیس افغانستان مثلا 200 کمتر از 200 هزار نفر باشه یا اردوی ملی ما در این معادل بوده باشه دو جا نرسیده. یک چیز فراموش نکنیم که وضعیتی که به افغانستان است و یک وضعیتی است که مختص به خود افغانستان نیست، یک مشکل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که یکی از جنجالایی که امروز دولت افغانستان و مردم افغانستان و جامعه جهانی مخالفین کلن به این فکر میکنن که پیمان استراتژیک با امریکا است که در پالوی نیروهای افغان احتمالاً این پیمان هم امضا و معایداتی که لازم است برای آینده افغانستان شاید ضروری شمرده شد اینا امضا میشه که نهایتا مردم افغانستان میتونه اتکا بکنه که کسایی بر علاوه نیروهای افغان از که از مردم افغانستان دفاع و حمایت بکنه. احیای اعتماد دوباره به ساختارهای امنیتی داخلی کشور چقدر میتونه برای موفقیت برنامه های اجتماعی دولت کمک کنه؟ بله دقیقا، ما زمانی که پلیس ما، یعنی سوالات شما مشخصا در مورد امنیت، زمانی که یک پلیس ما و احساس ملی را نداشته باشه، انگیزه ملی را نداشته باشه، واقعا شعاری را که اونا عنوان میکنن پلیس در خدمت مردم، ایره بر مردم اطمینان داده نتانه، هیچگاه مردم به پلیس اطمینان نمیکنه. زمانی که مردم به پلیس، به اردو و مجموعاً به سکتور امنیتی اعتماد نداشته باشه همکاری نمیکنه. زمانی که همکاری مردم با این نیروها نبوده باشه، این نیروها به تنهایی خود هیچگاه قادر نیستن که امنیت حتی یک گلسوالی را بگیرن. یک گلسوالی حداقلش 100 هزار نفوذ داره. با شما تشکیلات پلیس آگاهی داریم که در یک گلسوالی که 100 هزار نفوذ داره بیشتر از 30 یا 40 نفر پلیس در اوج ماموریت نداره. زمانی که مردم هم کار نبوده باشن، مردم با اینا در رابطه های مختلف برای رساندن اطلاعات، برای راهنمایی از اینا، برای یافتن مجرمین، برای مشخص کردن کسایی که علیه منفعت مردم و منفعت عامه است، مردم هم کار نبوده باشه، دقیقا هیچگاه اینا موفق شدن نمیتونه. بنابراین ایجاد و احیای اعتماد یکی از شاخصهای بسیار مهم است که مسئولین باید در این رابطه بسیار توجه جدی و اساسی داشته باشه. در یک
پاسخ بسیار کوتاه اگر لطف کنین و بگوین که دورنمای انتقال دور دوم مسئولیت ها رو چگونه میبینید؟ خب وضعیت افغانستان آدم اوقدر هم پیش بین شده نمیتونه که مثلا بعد از یک سال چه وضعیتی برای مردم افغانستان میاد. اگر ما صادقانه برای این پروسه که انتقال مسئولیت ها شده صادقانه به این همه با هم متحد و با یک تفاهم با یک هماهنگی کار بکنیم از این پروسه امیدواری است، در صورتی که پراگنده و هر کس به برداشت و سلیقه خودش این موضوع را پیش بره که متاسفانه ما نتیجه درست نخواهیم گرفت. از اینکه در برنامه استودیو خبر به پرسش های ما پاسخ دادین تشکر. تشکر میکنم، شما موفق باشید. جناب آقای بشیر احمد تیانج عضو مجلس نمایندگان، از همراهی شما بیننده های عزیز هم جهان سپاس. تا دقایق دیگر بیننده برنامه خبری به زبان پشتو از نگاه باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.